ابتدایی دین از سیاست سخن می گفتیم که یکی از اجزا و ارکان سکولاریزم است و نام اون رو سکولاریزم سیاسی نهادیم. اشاره کرده بودم که سکولاریزم شاخه ها دارد. اون شاخه ای که معروفتر و مشهورتر است و اغلب مردم سکولاریزم رو به آن می شناسند عبارت است از سکولاریزم سیاسی که گفته می شود separation of church and state و در فارسی ترجمه شده است به جدایی دین از سیاست، که جدا ترجمه خوبی هم نیست، ترجمه نادرستی است. حقیقت این است که church and state دو تا نهادن، اون نهاد دینی است، این هم نهاد سیاسی است. دین هنوز نهادینه نشده و سیاست که هنوز بدل به حکومت نشده و به صورت یک تئوری است و عبارت است از بیان و تعریف سیاست ورزی، اینها رابطه‌شون رابطه دیگری است. اما جدا کردن حکومت یعنی استیت از دین یا چرچ که به شکل معین و موظفی در آمده، اینها دو مقوله مختلفند. در نوبت پیش اشاره کردم که دین و سیاست با هم رابطه دارند. اصلا امکان جدا کردنشون نیست. و وقتی که شما میبینید که فیلمثل مردم متدین میان و به حکومتی از حکومتها رأی میدن، این یک عمل سیاسی است. وقتی که پاپ مثلا در مورد فلسطین و اسرائیل موضع میگیره، این یک سخن و یک عمل سیاسی است. وقتی دینی از ادیان درباره عدالت، درباره سعادت، درباره فضیلت نظر میدهد، به پیروان خودش آموزش های ویژه میدهد، اینها تعلیمات سیاسی است. هیچ وقت نمیتوان هیچ دینی رو منع کرد، هیچ پیشوایی رو، هیچ رهبری رو، هیچ متفکری رو نمیتوان منع کرد که شما سخنانی نگو که در سیاست اثر داشته باشد. چرا نگوید؟ چه حکمی از کجا صادر شده است که اگر فیلمثل به ذهن عیسی علیه السلام یا پیامبر اسلام رسید که فلان نکته به خیر آدمیان است و موجب سعادت دنیوی یا اخرویشون خواهد شد، که اون را نگوین؟ اون چه که تحت عنوان جدایی یا separation of church and state آمده، همچنان که گفتم جدایی نهاد دین، یعنی یک نهادی که به نام دین بنا شده و صاحب قدرتی شده و برای خودش یک هایرارکی داره و در درونش سلسله مراتبی وجود داره، و از اون طرف حکومت که اون هم سیاست تجسم یافته است، یعنی یک دستگاهی که کسی بر سر آن نشسته است و با سازوکار معینی پدید آمده. این دوتا رو گفتن بیایم از همدیگه جدا کنیم برای اینکه دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. بالاخره ما در کشور یک حاکم، یک فرمان روا، یک رهبر بیشتر نمیتوانیم داشته باشیم، یا به تعبیر صحیح تر یک قانون بیشتر نمیتواند وجود داشته باشد، یا قانون شرع که عالمان دین و نهاد دینی کلیسا باشه یا مسجد بیان میکنه، و یا قانون به اصطلاح عرفی و سکولار که دیگران بیان میکنند. به هر حال مملکتی که دو سر داشته باشه، دو قانون، دو رهبر و دو فرمانده نمیتواند وجود داشته باشه. در اروپای قرون وسطا این چنین بود. حقیقتا پادشاه پادشاه بود، ولی از اون ور پاپ هم پاپ بود و اینها دو رقیب یکدیگر بودند. گاهی این ضعیفتر بود، گاهی اون ضعیفتر بود، گاهی هم با یکدیگر در حال تعادل و تلاعم بودند، میساختند، سازگاری میکردند، اما یک رقابت نهفته‌ای همواره وجود داشت که گاهی این میچربید و گاهی اون میچربید. این امکان دوام نداشت و نهایتاً هم این ترازو به یک طرف چرخید و به اصطلاح تعادل پایدار پیدا کرد. یکی از این جناح‌های قدرت بیرون رفت و در جای خود نشست و موافقت کرد که بماند اما در قدرت نماند، یعنی قانونگذار نباشد، یعنی قوه قضاییه به دست او نباشد، یعنی در اقتصاد مملکت دخالتی نکند، اما برای خود
وجود داشته باشه، زندگی بکنه، پیروان و هواخواهان و دوستداران و مریدان خود رو داشته باشه، چنان که میبینید و هست. لذا از اول تصحیح میکنم، جدایی دین و سیاست ما نداریم، هیچ وقت هم نبوده است. دین، هر دینی، دین باطل یا دین صالح و صحیح، اینها حرفایی دارن که این حرفا میتواند به سیاست ترجمه شود، میتواند در سیاست تأثیر بگذارد. نه ادیان، غیر ادیان هم همینطور، متفکران هم همینطور، و لذا با سیاست ارتباط دارن. اما نهادهای دینی، یعنی مثلا دستگاه روحانیت یا دستگاه کلیسا که برای خودشون صاحب قدرتند، در تئوری سکولاریسم جدا می شود از دستگاه های عرفی قدرت و این دوتا با یکدیگر در نمی پیچند، رقابت نمی کنند و هر کدام برای خود قانونی وضع نمی کنند که ضد قانون دیگری باشد و کار رو به پریشانی و بی‌نظمی و دشواری نمی‌کشانند. همچنین اشاره کردم که آمیختن سیاست با دین یا بنا کردن یک نظم حکومتی بر پایه دین امری بود که به ذات از دین بیرون نمی آمد، بلکه بالعرض همراه او شد. مثل دو مسافری که در راه با یکدیگر دوست می شوند، همسفر می شوند و تا مدتی با یکدیگر هستند. وقتی هم که به مقصد رسیدن، راهشون از هم جدا می شود و هر کدام به خانه خود می روند. در این که در طول تاریخ دین و سیاست یا دین و حکومت هم سفر بوده اند و یک سفر تاریخی بلندی رو طی کرده اند، جای بحث نیست. هممون می دانیم در عالم مسیحیت و خصوصا در اسلام این اتفاق افتاده است و ما حکومت‌های دینی مسیحی، حکومت‌های دینی و اسلامی داشته‌ایم، به توضیحی که خواهم گفت. اما اینکه از بودن یک چنین امر تاریخی نتیجه منطقی بگیریم که پس این دو لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری نمی‌تواند باشد، یا یکی الزام و ایجاب می‌کند وجود دیگری را، این همون سخنی است که محل بحث است و مدعای کسانی هست که جواب مثبت است و مدعای کسانی دیگری هست که جواب به این مطلب منفی است و من میکوشم این رو امروز باز کنم. لذا صورت مسئله دست شما باشد که قصه از چه قرار است. اولا دین و سیاست رو بحث نمی کنیم، صحبت بر سر روحانیت و حکومت است. Church and State، روحانیت یعنی دستگاه کلریکال که گاهی در میان ما مسلمانان البته کاملا صورت چرچ پیدا نکرد، ولی به هر حال دستگاهی بود، و از اون طرف هم حکومت یا دولت به صورت یک نهاد تجسم یافته از قدرت. اما دین و سیاست یعنی تعالیم دینی آیا به سیاست کاری ندارن؟ چرا؟ میتوانند داشته باشند و داشتن. سخنان سیاسی پیشوایان دین گفتن از تعالیم دینی نکات سیاسی هم قابل استخراج است. اما روحانیت و حکومت یا دولت یک حکایت دیگری دارد. در طول تاریخ این روحانیت یعنی علمای دین بودند که در دولت دخیل بودند و با دولت همکاری می کردند. در عالم اهل سنت که بسیار، در جهان تشیع ما که خب تا قرنها حکومتی نبود و شیعیان اقلیتی بودند که تحت حمایت حکومت‌های و دولت‌های تسنن زندگی می کردند، اینها نه قدرتی به دست گرفتند و نه چندان به تئوری سیاسی و حکومتی پرداختند. ما اکنون نزدیک 40 سال است که با یه حکومتی که خودش رو دینی و اسلامی می نامد و خواهیم دید به چه معناست، روبرو هستیم و سر و کار داریم که این حکومت در واقع دقیقاً به هم پیوستن نهاد روحانیت و قدرت است. یعنی مردم قبل از این که دینی بودند، حتی پادشاه ایران هم ادعا میکرد که دینی است و مسلمان است و
عرض می شود که حضرت ابوالفضل او را حمایت کرده است وقتی که میخواست از اسب بیفته، دستش رو گرفته و چی و به حج می رفت و به زیارت می رفت و امثال اینها. اما به هر حال نهاد روحانیت در قدرت سیاسی حضور نداشت و راهش هم نمی دادن. اون چه که اتفاق افتاد در اثر انقلاب اسلامی این بود که نه اینکه مردم مسلمان تر بشن، مردم بعضی ها میگن مسلمانیشون هم قدری کاسته شده، من نمیدونم، اما به هر حال اون چی که اتفاق افتاد به دست گرفتن قدرت توسط روحانیت بود، یعنی این چرچ و استیت در هم رفتند و یکی شدند و اکنون روحانیت سوار مرکب قدرت شده است، سوار مرکب قدرت شده است و این معنای حکومت دینی و اسلامی است که در میان ما فعلا دایر است و روحانیت ما چنین تبلیغ و تلقین می کند که این اولا وظیفه مسلمانان است که چنین بکنیم، پیامبر اسلام از مسلمانان خواسته است که قدرت رو به دست بگیرند و بهترین کسانی از میان مسلمانان که می توانند قدرت رو به دست بگیرند روحانیت است. یعنی تئوری آقای خمینی این نبود که حکومت رو اسلامی کنیم یه نفر مسلمان سر کار باشه، تئوری ایشون این بود که روحانیت باید سر کار باشه، به خاطر اینکه روحانیان فقه رو بهتر میدانن، روحانیان دین رو بهتر میشناسن و حتی ایشان معتقد بود که یک روحانی که مرجع است و ولی است و ولایت فقیه داره قدرت و حق و رخصت لجسلیشن دارد، یعنی اجازه تشریع به او داده شده است. نکته‌ای که در ولایت فقیه هست که شاید خیلی از مردم توجه ندارن و آقای خمینی به صراحت یا به کنایه و تلویح و تصریح و تلمیح گفته این است که همه اختیارات پیامبر رو ولی فقیه هم داره من جمله قانونگذاری. بنابراین ایشان معتقد بود که میتواند احکامی بر فقه بیافزاید، احکامی که وجود نداره در فقه، برای اینکه شیعه بود، برای اینکه شیعیان در باب امامان شیعه هم همین فکر رو میکنن، معتقدن خیلی از حکم هاست که پیغمبر نگفته، در روایات پیغمبر نیست، در قرآن هم نیست، اما امام شیعه میتواند حکم بسیاری از احکام فقهی که ما الان داریم و تو رساله های عملی مینویسن و مراجع اونها رو بیان میکنن، اینا نه در قرآن است نه در کلمات پیغمبر، اینا فقط در کلمات ائمه است. منتها چون شیعیان و علمای شیعه معتقدند که امام مفترض الطاعه است، یعنی طاعت او واجب است، بنابراین سخنانش و احکامش در حکم سخنان پیامبر است، هر جا گفت حلال حلال است، هر جا گفت حرام حرام است و هیچ فرقی با سخن پیامبر نداره. و این نکته‌ای بود که من در پرکاری از نوشته‌ام آوردم، بعضی از علما هم برآشفتند، اما حقیقت مطلب همین است. خب آقای خمینی خودش رو جانشین امام میدونست، جانشین از نظر آقای خمینی نیست که بره اونجا بشینه، کجا بشینه، جای امام یعنی جایی که میتونه لجیسلیت بکنه، میتونه تشریع بکنه، میتونه تقنین بکنه، قانون بگذاره به نام اسلام. اگر شما یادتون باشه یکی از شاگردای آقای خمینی به ایشون اعتراض کرد که پاره ای از احکامی که شما میگید اینا به ظاهر با فقه سنتی ما وفق نمیدهد، که ایشان در جوابش نوشتند که همه این کارها رو ما میتونیم بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. بعدم گفتن بالاتر از اینها هم مطالبی است که مزاحم نمیشوند، یعنی مطلب خیلی بالاتر از این حرف هاست، من حقوق و اختیارات بسیار بیشتر از این دارم که مزاحم نمیشوند و نمیگم. خب این که من حقوق و اختیارات بسی بیش از این دارم که تو فقه سنتی آمده منظور چیه؟ همین آقای خامنه‌ای که الان رهبر جمهوری اسلامی است، همین ایشون در قصه سلمان رشدی اگر به خاطر داشته باشی در نماز جمعه اومد گفت اگر این بیچاره، یا گفت بدبخت یا بیچاره، اگر این بیچاره سلمان رشدی بیاید توبه بکند بلکه پذیرفته شود، که آقای خامنه‌ای یادتون باشه سخنرانی کرد و در یک نامه نوشت که شما حضرت عالی گویا که به مبانی ولایت فقیه خیلی خوب واقف نیستید، یک سرزنش خیلی صریح کرد، گفت اگر این سلمان رشدی بیاید و سلمان فارسی هم بشود باز قتل او واجب است و توبه او پذیرفته نیست. به یاد دارید؟ و به او گفت شما مثل که نفهمیدی هنوز ولی فقیه و ولایت فقیه یعنی چی.
اگه قرار بود ما ایشون گفت فقه سنتی رو عمل کنیم که به اینجا ها نمی رسیدیم. فقه سنتی بود واقعا، و من فقیه اکنون اجازه دارم و اختیار دارم که یه فقه تازه‌ای رو بنا بگذارم، همون اختیارات امام و پیغمبر رو من دارم، فقط اسمتش رو ندارم. این رو ایشون ادعا نکرد، معصوم نیستم اما اختیارات به من داده شده است. این نکته ما، این معنای دقیق حکومت دینی است وقتی که دائر می شود، وقتی که برپا می شود. و آقای خمینی البته خب به دلیل اینکه اطلاعاتی هم در عرفان داشت و برای پیامبر یا امامان یک مقامات ویژه قائل بود و خودش رو هم راهروی اون راه می دونست و یک مزجی میان عرفان و فقه کرده بود، به این نتایج رسید. هیچ کدوم از فقیهان هم عصر ایشان چنین حرفی نزدند، هیچ کدوم از فقیهان هم عصر ایشان، و از فقیهان پیش از آیت الله خمینی هم شاید یک نفر دو نفر بودند که چنین اختیارات وسیعی برای فقیه قائل بودند. اما ایشون مخصوصا وقتی که به قدرت رسید صریحا اعلام کرد، گفت فقه مصطلح موجود در حوزه کافی نیست. این رو گفت، این نکته‌ای بود که به او رسیده بود و از این طریق در واقع حکومت دینی برپا کرد. ما وارد سیاست روزمره نمی‌خوام بشیم، من می‌خوام فقط خدمت شما عرض کنم که وقتی که حکومت دینی می‌شود و این چرچ و استیت در هم می‌روند، یعنی دولت و نهاد روحانیت، روحانیت قانونگذار می‌شود. تا قانون دینی هست هست، اگر هم نیست قانون جدید وضع می‌کند و اون رو در حکم قانون دینی واجب الاطاعه می شمارد و مردم باید اون رو اطاعت کنن. اگرم مجلسی وجود داره، پارلمانی هست، اینا همه در شعاع اختیارات ولی فقیه هست. یعنی اونا اولا قانونشون واجب الاطاعه نیست مگر اینکه ولی فقیه بر او مهر تصویب بگذارد، یعنی بایندینگ نیست، الزام آور نیست، مگر اینکه یک کسی از یک موضع بالاتری، اکس افیسیو به قول اینا، یعنی از منصب خیلی بالا بیاد و مهر تصویب و تصحیح بر اون بگذارد، اونگاه لازم الاجرا می شود، اگر نه که نه. لذا به این معنا ما قانون عرفی نداریم اصلا در مملکتمون و در هیچ حکومت دینی. همه قوانین یا مستقیما مستخرج از منابع دینی هستند و یا اگر نیستن و دیگری تقنین میکنه، باز هم یک ولی، یک صاحب اختیاری اون رو تصویب میکنه تا جامعه قداست و ردای دینیت و ولایت بپوشه و لازم الاجرا بشود و تخطی از او، تخطی از حکم الهی شمرده شود. این یادتون باشه، تخطی از حکم الهی. به این معنا که عرض کردم در اروپا سکولاریزم پا گرفت، یعنی روحانیت از دین جدا شد. خیلی ها این رو اشتباه میکنن، مثلا در همین آمریکا میبینن مردم بسیار دینی هن، رئیس جمهورها همشون دینی هن، یعنی ضد دین اقلا نبودن. هیچ رئیس جمهوری اینجا نمیتونه ادعا کنه که، یعنی اعلام کند که من آتئیستم، من بی خدام. میدونه که رأی نمیاره، میداند که رأی نمیاره، حتی غیر مسیحی میداند که رأی نمیآورد در همین آمریکا. البته فرانسه یه ذره وضعش فرق داره، بعضی جاهای دیگه، ولی اما این دلالتی نداره بر این که. و دیدم هی میگن که خب پس اینجا حکومت سکولار نیست. چرا سکولاره؟ به این معنا، اصلا سکولار وصف حکومت است نه وصف مردم. مردم دین دارن اما نظام قدرت سکولار است، یعنی نظام قدرت با روحانیت، با چرچ یکی نیست. قانون این کشور قانون غیر دینی است، برای اینکه اونجایی که قانون رو الزام آور میکند چرچ نیست، اون پارلمان است. حتی اگر قانون رو بعضیش رو هم از مسیحیت گرفته باشه اشکالی نداره، اما سر الزام آوریش این است که پارلمان اون رو تصویب کرده باشه، در حالی که در یک نظام دینی الزام آور بودن قانون وقتی است که دین اون رو تصویب کرده باشه و عالم دینی یا مرجع دینی پای او امضا گذاشته باشه. لذا ببینید، نه اینکه همکاری بین دولت و روحانیت نیست، چرا همینجا هم هست، توی لایکترین نظام ها هم وجود داره، توی نظام
سیاسی فرانسه که بسیار لایقه، حتی یک لایسیته میلیتانت داره، یعنی ضد دینه، ولی همکاری بین چرچ و استیت وجود داره. دشمن هم دیگه نیستن، کمک هم به یک دیگه میکنن. توصیه های چرچ هم گاهی توسط حکومت پذیرفته میشود، اما اینا هیچ کدوم حکومت رو دینی نمی کنند. برای اینکه حکومت وقتی که حکومت عرفی است، به قول ابن خلدون، الزام آور بودن قوانینش به پارلمان است نه به رأی دینی، و حاکم هم مشروعیتش رو از دین نمی گیرد، از مردم و رأی مردم و سنت جامعه می گیرد. به این معناست در جامعه ما شما اگر خوب بخواد ببینی حکومت دینی چیه، حالا با این مراحلی که توضیح خواهم داد، ببینید اولا مشروعیت حاکم از دیانت میاد، یعنی اون که مرجع تقلید است و ولی فقیه است، به دلیل اینکه دین گفته است که او حق حکومت داره، حق حکومت داره. اگر شما به یاد داشته باشید آقای خمینی هیچ غفلت از این مبانی نداشت، یعنی تصریح میکرد که مردم بدونن رو چه مرتبی نشسته است و بر چه مبنا و مفروضاتی قدرت خودش رو نهاده است. در همون روز اولی که آقای بازرگان رو به مردم به منزله نخست وزیر معرفی میکرد، گفت بنده به دلیل اختیارات شرعی که دارم شما رو نصب میکنم به نخست وزیری. اختیارات شرعی آقای خمینی همون اختیاراتی بود که خود ایشون برای خودش قائل بود و میگفت از کتاب و سنت استخراج کردم که بنده واجد چنین اختیاراتی هستم، ولو مردم قبول نداشته باشن، ولی من میدونم که من واجد این اختیارات هستم. حالا مردمم که قبول کنن چه بهتر، مردم که بنده رو به منزله رهبر انقلاب قبول دارن، بنده هم خودم قبول دارم به منزله کسی که صاحب یک اختیارات ویژه است، لذا آقای بازرگان رو من نصب میکنم. مشروعیت حکومت که یکی از ارکان مهم حکومت هست، در حکومت دینی از دین میاد نه از مردم. مردم رأی نمیدن به کسی تا مشروع بشه. دوم، وظائف حکومت هم از دین میاد. این هر دوتا رو من میخوام تشریح بکنم تا قصه سکولاریزم و سکولار شدن و نشدن حکومت و قدرت خوب روشن بشه، چون سخن در این باب خیلی زیاده و حقیقتا هم خیلی زیاده و من رنجی میبرم برای اینکه اینا رو خلاصه کنم، برای اینکه خلاصه کردنی نیست، خیلی زحمت داره، خودتون باید بخونید. اگرم نقصانی در کلام میفته به دلیل اینکه انقدر این دایره وسیعه، مثل یه قاره‌ای که شما میخواید رو توی خونه جاش بدید، خب جا نمیگیره، خودتون میدونید اینقدر کتاب نوشته شده، اینقدر سخنرانی شده، اینقدر حرف زده شده، اینقدر اختلاف بر سر این هست، تاریخ بلندی داره این مطلب که همه اینها رو به هم آمیختن البته نشدنی. من تحت دو سه تا عنوان این نکته رو فقط توضیح میدم و تا الانم اینهایی که گفتم امیدوارم تا حدودی روشن کرده باشه که ماجرا از چه قراره. ببینید، به این نکته اول اشاره کنم. سال 1924، یعنی تقریبا 90 سال پیش، 91 سال پیش، سال خیلی مهمی است تو تاریخ عالم اسلام، برای اینکه سالی بود که حکومت عثمانی ملغا شد و در عالم اسلام، در عالم اهل سنت، البته خیلی تأثیری در عالم تشیع نداشت، ما اون موقع اصلا زیاد چیزی حساب نمی شدیم در دنیا، و بعد هم خب در عالم اسلام هم یه اقلیتی بودیم، هنوز هم یه اقلیتی هستیم، و هرچی بود ما زیر سلطه خلافت عثمانی نبودیم. کشورهایی که بعد از جنگ جهانی اول همه از یکدیگر گسیختن و یکی شد مصر و یکی شد اردن و یکی شد سوریه و یکی شد عراق و همین مرزای جعلی که میون اینا کشیدن و بعدم به نزاع و به جنگ منتهی شد که امروز هم ما شاهد او هستیم، اون موقع تمام اینها زیر سلطه عثمانی بودن، به علاوه پاره های از همین بوسنی و هرزگوین و بلغارستان و اینجاها، اینا تمام یکی یکی از همدیگه جدا شدن. یه تیکش انگلیس برداشت، یه تیکش فرانسه برداشت و میبینید که به چه صورتی در آمد و امروز هم که نزاعی بین اینا افتاده است و خدا میداند که کی حل خواهد شد. حکومت عثمانی پاشید، خلافت عثمانی پاشید، سلطان عبدالحمید از خلافت کناره گرفت و
ترکان جوان به ریاست آتاتورک آمدن و ترکیه امروزی شد و مصر امروزی شد. ناسیونالیزم به میدان آمد، ناسیونالیزم که مهمترین رقیب دین بود و عمده ترین رکن در سکولار کردن کشورها، هم کشورهای اروپایی بود و هم در کشورهای اسلامی. این به میدان آمد که ما ملت و قومیت و نژاد خودمون رو داریم، ما مصری هستیم، ما به ترکا چه کار داریم، ما به نمیدونم عراقی ها چه کار داریم، ما به اردنی ها چه کار داریم، ما هر کدوم از یه ملت. بعدم هر کدوم برگشتن به گذشته های ما قبل اسلام خودشون، ما قبلا اینطوری بودیم، اونا گفتن ما قبلا اونطوری بودیم. عین این سیاست تو ایران هم پیاده شد، به اون نتایج البته نرسید. از زمان رضا شاه خب شما میدونید دیگه این تقابل ملیت و دینیت ترویج شد و اینکه ما ایرانی بودیم، ما قبل از اینکه مسلمان بشیم ایرانی بودیم، عربا به زور اسلام رو آوردن، ما فرهنگ داشتیم، ما تمدن داشتیم، ما ادبیات داشتیم، ما دین داشتیم، ما کسی بودیم، یک لوح خالی نبودیم که بیان روی ما هر چی دلشون میخواد بنویسن. برگردیم به اون دوران ایرانیت خودمون. امروز هم میبینید دیگه در واقع سلطنت طلبا یه امروز چه در خارج کشور چه در داخل که چندان هم نیستن، آرزوشون اون ایرانیت و ملیت ما قبل اسلام است، بدون اینکه به درستی بدانن که حکومت در اسلام ایران قبل از اسلامی حکومت دینی بود. واقعا درستم نمیدونن که اینجا چه میگذشت در اونجاها. همقدر شنیدن که دو سه تا خانم مثلا پادشاه شدن قبل از اسلام در ایران و فکر میکنن که این دیگه خیلی عالی بوده، دیگه نمیدونن که مثلا اون خانم رو یکی دیگه از اون سپاهیان کشت، اون یکی نمیدونن چه کار کرد. اینا رو خیلی خبر ندارم. یک wishful thinking که در ذهنشون هست. به هر حال ناسیونالیسم وقتی که در آمد، هم این کشورهای اروپایی تکه تکه شدن و هم کشورهای اسلامی، و سال 1924 وقتی بود که مهر خاتمت بر خلافت خورد، نهضتی به پا شد میان علما، بیشتر هم در مصر که خب با فرهنگ ترین کشور اسلامی بود، به نظر من همچنان هم هست. بیشترین کتاب های خوب چه در زمینه علمی چه در زمینه دینی همچنان از مصر بیرون میاد، مردم مثقفی داره با فرهنگ، و اولین تأثیرات تمدن اروپایی در مصر ظاهر شد و از اونجا به جاهای دیگه پخش شد. باری 1924 یک تاریخ خیلی مهم است که اولا الغاء خلافت عثمانی بود. در این سال یک اتفاق خیلی مهمی که افتاد این بود که اولین قرآن کانونیکال منتشر شد، قرآنی که دیگه نسخه واحد و ادیشن یکسانی بود که در تمام جهان اسلام رواج و روایی پیدا کرد. شما میدونید خب نسخه های مختلف قرآن در گذشته، برای ایران هم الان بگردید، قرآن های قدیمی اختلافات جزئی با هم دیگه دارن. این اختلافات جزئی قرائت های مختلف بود، بعضی کلمات رو جورای مختلف میخواندن، چون شما میدونید قرآن که خب ابتدا نوشته شد مردم که نمیخواندن، سواد خواندن نداشتن، در حافظه مردم بود و قرآن زیر و زبر نداشت، نقطه نداشت، حتی اگرم میخواستن بخونن نمیتونستن بخونن کلمات رو. لذا قرآن قاری داشت که اینا رو قراء بهشون میگفتن، یعنی میگفتن برید از فلانی بشنوید قرآن رو، میشنیدن، بیشتر سمعی بود. اون وقت اینا 7 قاری بودن که هر کدوم از اینا هم 2 راوی داشتن، مثل یه مفصل و پیچیده ایست. اختلافاتی در قرائت اینها بود. تو کتاب‌های تفسیر گذشته این اختلاف‌ها منعکس می‌شدن، چیز پوشیده‌ای نبود. همین الان هم شما کتاب‌های تفسیر رو نگاه کنید، یا آیه قرآن رو نقل می‌کنن و میگن فلان کلمه جور دیگری هم خوانده شده است، جور دیگری هم خوانده شده است. خیلی عجیبه. من امروز قرآن‌هایی رو می‌بینم که قرآن بنا بر یک قرائت چاپ شده اما تفسیر بنا بر یک قرائت دیگر است. توجه می‌کنید این اختلافات جزئی هم وجود داشت. ملک فؤاد اول در مصر در 1924 اولین قرآن رو به خط خوش منتشر کرد که دیگه امروزه قرآنی که تقریبا تو تمام کشورهای اسلامی هست، شاید چنان که شنیدم تو مراکش هنوز اینطور نیست چون اون قرائت نافعه، ولی بقیه جاها قرائت عاصمه.
دیگه یکسان شد. بنابراین این هم این یکسان سازی، یک دست کردن قرائات قرآنی و یک نسخه واحد از او به دست دادن در این سال اتفاق افتاد. اتفاق دیگری که افتاد که برای بحث ما مهمه این است که یکی از اساتید دانشگاه الازهر به نام علی عبدالرازق، بعضیا به غلط عبدالرزاق می نویسن، علی عبدالرازق کتابی منتشر کرد به نام الاسلام و اصول الحکم، اسلام و اصول حکومت یا مبانی حکومت. این کتاب آتشی برافروخت. در میان همه کسانی که میکوشیدند تا تئوری خلافت بدهند، تئوری حکومت اسلامی بدهند، ایشان در این کتاب که کتاب نسبتاً لاغر و باریکی هم هست تئوری پردازی کرد که اسلام حکومت ندارد، سیاست ندارد، خلافت ندارد، هیچ کدوم اینها ذاتاً از آن اسلام نیست و لذا به دنبال خلافت رفتن و تئوری پردازی کردن همه بیهوده است، همه غیر دینی است و باطل است. علمای الازهر جمع شدن، دیگران جمع شدن، بیانیه ها علیه این مرد دادن، شغلش رو از او گرفتن، الازهر اخراجش کردن. من پاره از اون بیانیه ها رو دیدم، حتی مثلا امضای 20 و چند تا از مشایخ الازهر هست که این آقا دیگه حق هیچ شغلی نداره تو این مملکت، همه باید از او دوری کنن، دفترش رو الازهر آتش زدن، بلایی به سر این آدم رو و دیگران رو هم ترسوندن و توی نماز جمعه ها هر جا که تونستن علیهش تبلیغات کردن و این بیچاره به هر حال اینکه زنده ماند معجزه ای بود. در هر حال راشو گرفت و رفت و خونه شون نشست. کتاب هم که طبیعی است اجازه چاپ پیدا نکرد، یک چاپ اومد بیرون، تا همین اواخر این کتاب دوباره چاپ شد، نبود اصلا و اجازه چاپ تا همین اواخر در مصر نداشت، در جاهای دیگه چاپ شد. منم این کتاب رو که چاپ نام لبنان بود کجا بود پیدا کردم و خوندم و الا راحت به دست نمی آمد. خب حرف ایشون چی بود توی این کتاب؟ این کتاب متاسفانه یک ترجمه فارسی داره که اون ترجمه فارسی از روی ترجمه فرانسه صورت گرفته، بسیار ترجمه غلط نامفهوم و بی ربطی است و اینم از بدشانسی های اون مؤلف محترم و مرحوم کتابه. آدم مترجم خوب پیدا بکنه خیلی خوبه، یعنی خدمتی است. من یک کتابی رو از یک فیلسوف آمریکایی ترجمه کردم به فارسی، خیلی وقت روش گذاشتم، پیش خودم میگفتم اگه این آقا زنده بود خیلی از من تشکر میکرد، من کتابشو زنده کردم، خیلی عرق ریختم، خیلی، برای اینکه به بهترین وجهی و با بلیغ ترین استایلی من بخوام اندیشه او رو بیان کنم. بعضی خب اینقدر مسئولیت به خرج نمیدن، هم کلمه به کلمه، و از همه بدتر این که شما دست دوم ترجمه کنید، یعنی یکی این کتاب به فرانسه ترجمه کرده، حالا خود او چه خطاهایی کرده و نکرده، شما برداری از رو فرانسه ترجمه کنی، اقلا در اصل عربیش اصطلاحات آشنای دینی آمده است. یعنی آقای عبدالرازق وقتی میخواست بنویسه حکومت، بنویسه نبی، بنویسه رسول الله، بنویسه خلافت، خب همین کلماته به کار میبرد. وقتی که فرانسه میره نا ترجمه میشه، ترجمه هایی به زبان عرفی میشه نه زبان دینی. حالا از اون زبان شما برگردونی به زبان فارسی، شما ببین چی از آب در میاد. به هر حال ترجمه خوبی نیست، اما لب کلام آقای عبدالرازق این است، همون تعبیری که من نوبت گذشته گفتم، که حکومت و دولت و قدرت بالعرض به اسلام در کنار اسلام نشسته است. پیامبر پیامبر بود و میخواست پیامبری بکنه، پریچر بود به اصطلاح، واعظ بود و معلم بود، اما چون که در فضایی قرار گرفت که الزام میکرد که اعمال قدرت کنه، دشمنان علیه او برخواستن، باید در مقابل دشمنان می ایستاد، باید او هم شمشیر و سپر فراهم می کرد، هواداران و هواخواهانی باید فراهم می کرد، این چنین بود که کار او به دست زدن به قدرت رسید. ولی این چنین نبود که خود دین به او گفته باشد یا تعلیمات دینی یا قرآن به او گفته باشد برو و قدرت رو بگیر، برو و حاکم شو، برو و مدیر و رئیس حکومت شو. میگفت چنین چیزی ما نداریم اصلا.
اون چه که شد سرکمستانشال بود، کانتینجنت بود، میتوانست نشود. مردم زمان پیامبر، او میگوید مثل زمان حضرت عیسی، اگر با او در نمیپیچیدند یا اگر محیطی که پیامبر در او برخواستند و ابراز و اعلام دعوت کردند، اگه محیط قبائلی نبود، یه محیط نسبتاً متمدن شهری بود مثل محیط حضرت عیسی، احتیاجی نبود که پیامبر قدرت به دست بگیره، با کسی بجنگه، دشمنان رو سر جای خودشون بنشانه. شما دیدید دیگه در قصه حضرت عیسی، بالاخره فلسطین که ایشان اونجا ظهور کرد بخشی از امپراتوری روم بود، آخرش هم همون امپراتوری روم و اون حاکم پیلاتوس اونجا دستور داد که عیسی رو به دار بکشن، بدون او که امکان نداشت. بنابراین قانون خودشو داشون مملکت، قوانین امپراتوری روم خیلی قوانین محکمی هم بود و همه چیز در او بود، دادگاه بود، قضاوت بود، ارتش بود، سپاه بود، قوانین تجاری بود، همه این چیزها وجود داشت. بنابراین حضرت عیسی یک قانون هم نیاورد، یک قانون هم نیاورد. سهل است، قوانینی هم که قبل از ایشان بود در تورات، خیلی از اونها هم ملغا کرد، گفت قانون روی دل نوشته است. ولی پیامبر اسلام در محیطی ظهور کرد که اصلا عین بی‌نظمی و بی‌قانونی بود. زندگی قبائل عرب با جنگ، با غارت می‌گذشت، اصلا عین زیستنشون بود. اینکه هر روز هجوم بکشن به سر هم و این قبیله تعدادی از اونا رو بکشه و غنایمی بگیره، اون قبیله همچنین، این کارشون بود. به همین دلیل است که شما می‌بینید که توی قرآن یکی از منت‌هایی که به سر عرب‌ها می‌گذره این است که شما به مدد این مرد، یعنی پیامبر اسلام، اصبحتم به نعمتهی اخوانا، برادر هم شدید. قبلا دشمن هم بودید، شمشیر روی هم میکشیدید، اکنون در کنار هم نشستید و برادروار با یکدیگر زندگی میکنید. متاسفانه البته این برادری چندان هم نپایید، همین که پیامبر سرش گذاشت زمین دوباره دشمنی ها شروع شد و در خطبه های نهج البلاغه است که امیرالمومنین به عرب ها گفت الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها، اون بیماریتون دوباره برگشته، همون جوری دوباره برگشته. برای اینکه چنان راسخ شده بود این بیماری، این بلا، که به یکدیگر بتازند و بستیزند و دشمنوار به یکدیگر نظر کنند، امیرالمومنین میگید که دوباره این سکتاریانیزم به اصطلاح فرقه فرقه شدن آغاز شده است. ولی یکی از مهمترین کارهای پیامبر این بود که اینها رو برادر کنه، با هم مؤاخات برقرار کنه، عقد اخوت میانشون بیفکند و از نزاعها بکاهد و با پدید آوردن یه دولت شبه ملی، این کلمه خیلی آناکرونیستیکه، یعنی خیلی نابهنگام، مربوط به اون وقت نمیشه، یه دولتی که یه غیر قبیله‌ای باشد به اصطلاح، سعی کنه که اختلافات قبیله ها رو کاهش بدهد، نه اینکه به صفر برساند. این چیزی نبود که در یه سال و چند سال ممکن باشه، ولی بسیاری از اینها رو که با یکدیگر اختلافات قوی و عمیق داشتن توانست در کنار هم بنشاند و دیگه اسم قبیله از روی اینا برداشته بشود، همه بگن ما مسلمانیم، یعنی به اصطلاح تحت قانون واحد دران، تحت شرع واحد درآیند، تحت نظم واحد و رهبری واحد درآیند. خب این کار خیلی کارستانی بود که پیامبر اسلام کرد. ابن خلدون در مقدمه تاریخ خودش میگه پیامبر اسلام دو معجزه بیشتر نداشت. ایشون معتقد بسیاری از معجزاتی که در کتابا نقل کردن همه روایات ضعیفی است. میگه ایشون دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکی قرآن بود، یکی اتحاد افکندن میان اعراب. خیلی این مطلب مهمه، یعنی کسی که تاریخ اون دوره عربستان رو بخونه و اون جنگ های قبائلی و اون خصومت ها و کینه های ریشه دار که دائما اینها رو به جنگ یکدیگر میفرستاد، خوب میتونه بفهمه که چرا این معجزه بود واقعا که همپای قرآن، از یک طرف قرآن رو آورد از نظر ابن خلدون، از یک طرف هم اینا رو با هم متحد کرد، این دشمنان دیروزی رو برادر کرد، دوست کرد، دست کم این پنجه و چنگالشون رو چید که اینطور در گوشت یکدیگر فرو نبرن. حرف عبدالرازق این است که اینا همش
به ضرورت تاریخی و جغرافیایی بود. پیغمبر در یه تاریخی و در یه جغرافیایی ظهور کرد که جز این نمیتوانست کاری بکنه. یه زحمت اضافه‌ای بر دوش او بود، مجبور بود برای اینکه تعلیم خودش رو پیش ببره ابتدا وضع این قبائل رو به سامان بکنه، اول اینا رو آدم کنه، اول اینها رو به وضعیتی برساند که بتواند پیامش رو به گوش اینها برسانه. تقریبا میتونیم بگیم پیغمبر اسلام به هیچ چیز دیگری از مسائل قبیلگی دست نزد. بسیاری از احکام اسلام همون احکامی است که میون قبائل بود. 95% این که میگن احکام اسلام امضاییه همینه، یعنی امضا کرد پیغمبر. اونا مثلا برای دیه قتل فل مثلا 90 تا شتر میگرفتن، در اسلام 100 تا شتر گفته شد و خیلی چیزا شبیه این. یک رشته چیزای کوچکی بود، بعضی ازدواج‌های ناروا و نابابی بود که پیامبر اون رو لغو کرد، یکی رباخاری بود که ایشون لغو کرد، ولی بسیاری از این روابط این چنینی میان مردم رو دست نزد، فقط به این خصومت‌های قبیلگی خیلی توجه کرد و کوشید که اونها رو تخفیف بده، کاهش بده، یا اگر بتواند به صفر برساند و از میون بردارد و اونها رو برادر کنه و ازشون چی؟ یک امت بسازه. این امت ساختن خیلی نکته مهمی بود. من نمیخوام زیاد وارد تاریخ اخص اسلام بشم چون بحث ما فراتر از تاریخ اسلامه، ولی یادتون باشه که هویت تازه به اعراب بخشیدن، یعنی هویت قبیله‌ای رو از اینا گرفتن و یک هویت فراگیرتری به اونها دادن، این از کارهای و سیاست‌های بسیار موفق پیامبر و خیلی هم ایشون به این مطلب عنایت داشت. یعنی اینا رو نمیشه گفت که همین طوری شد. ببینید 18 ماه اونطوری که در سیره ابن هشام که اولین بایوگرافی پیامبر است که پس از 150 سال از وفات ایشون نوشته شده، 18 ماه از ورود پیامبر به مدینه گذشته بود که ایشون قبله مسلمان ها را عوض کرد. تا وقتی که ایشون در مکه بود نماز به سوی بیت المقدس میخواند. حتی بودند کسانی که از اینو ابن هشام هم نوشته، از صحابیان پیامبر که میگفتن آقا شما چرا رو بیت المقدس، رو به کعبه بخون، ولی ایشون این کار را نکرد. وقتی به مدینه آمد این افتراق رو، یا بگیم این استقلال هویت رو برای مسلمانان خواستار شد که دیگه از این به بعد قبله ما قبله یهودی ها نیست، قبله همه جا قبله است. گفت اینما تولو فسما وجه الله، به هر طرف رو کنید خدا اونجاست، اما سیاست و هویت اقتضا میکند که اینا از هم جدا بشن. روز تعطیل رو جدا کرد، نه شنبه گذاشت نه یک شنبه که مال یهودی ها و مسیحی ها بود، و روز جمعه کرد، اذان گفتن رو جدا کرد. ابتدا بعضی‌ها پیشنهاد کردن به پیامبر که بیایم ناقوسی بزنیم یا در یک شاخی و شیپوری بدمیم و ایشون موافقت نکرد و اذان رو گفتن به پیشنهاد یکی از صحابیان، اذان رو برقرار کرد و بسیاری چیزای دیگه. پیروان پیامبر همین رو یاد گرفتن. دیروز گفتم براتون که پس از وفات پیامبر بود که حالا یا امام علی یا خلیفه دوم عمر اینها تاریخ هجری رو پیشنهاد کردن و گفتن تاریخ مسلمان ها هم بعد تاریخ مستقلی باشه و مبدا هجرت پیامبر از مکه به مدینه. اکنون هم همینطوره دیگه، تاریخ ما تاریخ جدایی است، ولی خب همین دیروز من تو اخبار میخوندم که عربستان سعودی هم قرار گذاشته که یه تاریخ میلادی به کار ببره، دیگه تاریخ قمری رو داره منسوخ و ملغا میکنه. میبینید دیگه هویت ستانی چگونه صورت میگیره. اینا که در ابتدای امر اتفاق می افتاد همه نشان می داد که ایشون دنبال امت سازیه، یعنی این تفاوت های قبیلگی رو می خواد کنار بگذاره، اتحادی بین اینا پدید بیاره و یه قوم واحد یک دستی با عقیده یکسان، با ایدئولوژی، با کتاب، با قبله یکسان و که همه رو به اون نماز بخونن و بسیاری چیزهای دیگه خیلی خوب نشان می ده. آقای عبدالرازق تا اینجاها پیش نمیاد. در این که پیامبر حکومت کرد، فرمانده جنگ بود، تا اینجا پیش میاد و میگه که ایشان همه اینها به گردنش افتاد،
میتوانست نیفته. دور دور بدون اینکه ذکر کنه نگاهش به عیساست که خب حکومتی تشکیل نداد، با کسی نجنگید، شمشیر بر نداشت، اتفاق این چنینی روز نیچ نیفتاد، البته عمر کوتاهی هم داشت. شما اختلاف منطق رو نگاه بکنید. من به یاد دارم آقای خمینی در یکی از سخنرانی‌های اوایل انقلاب میگفت حضرت عیسی فرصت نیافت، ایشون هم اگر فرصت میافت جهاد میکرد، ایشون هم اگر فرصت میافت دشمنان رو و کفار رو از میدان به در میکرد. من همون موقع با خودم میاندیشیدم این چه فلسفه ایست که آقای خمینی داره؟ چرا باید همه پیامبران یکسان باشن؟ چرا ما باید بگیم یک الگو برای نبوت بیشتر وجود نداره و اونم الگوی پیامبر اسلامه؟ بقیه‌ام باید کم و بیش همینطور باشن، حالا نشده روزگار نگذاشته. خب حالا کسی میتونه درست این منطق رو عکس کنه، بگه اگه در مورد پیامبر شده روزگار این کارو کرده، کما اینکه در مورد عیسی اگر نشده روزگار نگذاشته. یا هر دوتاشو بگیم به امر الهی بوده، او به امر الهی جنگ نکرد، اینم به امر الهی جنگ کرد. اما دوتا منطق مختلف داشتن جور در نمیاد. مولانا براتون خوندم به صراحت میگفت مصلحت در دین ما جنگ و شکوه، مصلحت در دین عیسی غار و کوه. خدا به عیسی گفت و او هم به پیروانش که راهب باشید، صومعه نشین باشید، عزلت گزین باشید، کنارگیر باشید، تو غار برید، توی کوه برید، عبادت کنید، ریاضت بکشید. اما به پیغمبر اسلام گفت نه، مبادا بشینی سر جات ها میخورنت، برو جلو، برو جلو و اگر حمله کردن تو هم حمله کن، و بلکه حمله بهترین دفاع است، برای اینکه به تو حمله نکنن حمله کن. و این چنین بود که مفهوم جهاد پدید آمد و بعدم ریاست و فرماندهی جنگی و حکومت و رهبری کشور و رهبری امت. آقای عبدالرازق میگه که همه اینا بلعرز بود، جغرافیا و تاریخ چنین اقتضایی کرد، میتوانست نباشه. لذا میگه که امروزه ما اگه نشستیم اون موقع 1924 اگر ما نشستیم 1924 اگر ما نشستیم و داریم دوباره فکر خلافت میکنیم بی خود فکر میکنیم، چنین چیزی وظیفه دینی ما نیست. پیامبرم نگفته مسلمان ها باید برن حاکم بشن، مقتدر بشن. ملاحظه بکنید این قصه که مسلمان ها مایل بودن حکومتی داشته باشن، خلافتی داشته باشن، خودش یک نکته است. یهودیا غیر از این اسرائیل که فعلا پدید آمده هیچ وقت این چنین نبودن. یاد گرفته بودن در ظل حکومت‌های دیگه زندگی بکنن، اقلیت باشن، چون اقلیت هم بودن. و ریفرم دینی هم که در یهودیت پدید آمد، یهودیت فقه خیلی فربهی داشت و داره، فقهی که مادر فقه اسلامی هم هست، اینا فقهشون رو ریفرم کردن و موزون کردن با فقه عرفی، قوانین عرفی غیر شرعی کشورهایی که در اونجا زندگی میکردن. مسلمان ها هیچ وقت چنین جهدی رو نکردن. حتی همین امروز که اقلیت های مسلمان نسبتاً بزرگ خارج از کشورهای اسلامی در اروپا، در آمریکا و غیر زندگی میکنن، کمتر کسی ریفرم فقهی انجام داده برای اینکه فقه مسلمان‌های اقلیت کشورهای غیر اسلامی رو با قوانین عرفی اینجاها وفق بدهد. خیلی نکته مهمی است این، و این یک ذهنیتی رو در فقیهان ما نشان می‌دهد. من به یاد دارم اوائلی که در دولت بوش نیرو و سرباز می‌فرستادن به عراق، تعدادی از سربازان آمریکایی که مسلمان بودن اینا سرپیچی می‌کردن و می گفتن که هویت اسلامی ما اجازه نمی دهد که به یک کشور مسلمان حمله کنیم. بعضی از فقیهان مسلمان که در آمریکا هستند فتوا دادن که نه، شما آمریکایی هم هستید، بنابراین می توانید یا می باید به قانون کشوری خودتون هم احترام بگذارید و اطاعت کنید. یکی از اون موارد نادری بود که این قومیت و ملیت در مقابل دین و دینیت ایستاد، تقابلشون آشکار شد و نهایتاً هم باید یکیش حل می شد.
حالا اگر اینجا شما تعجب میکنید، تو کشور خود ما که حکومت اسلامی است، بعد از وفات آیت الله خمینی و بعد از وفات آیت الله عراقی که اینها مراجع تقلید بودند، یکی از بزرگان قوم یعنی هم آیت الله جنتی صریحا آمد و در نماز جمعه گفت و خود من میشنیدم که مرجع از این پس باید ایرانی باشه. این حرفی بود که در تاریخ اسلام و تشیع کسی نزده بود و شما میدونید مقدار تعداد زیادی از ایرانیان قبل از حکومت اسلامی اصلا مراجعشون تو نجف بودن. مراجع بزرگی که مشروطه رو تأیید کردن مرحوم آخوند خراسانی و اینا توی نجف بودن. آیت الله خویی در همین دوران ما توی نجف بود و اولا اون آقای سیستانی، ولی ایشون اومد گفتش که باید ایرانی باشه. دلیلش این بود که اینایی که خارج از کشور ما هستن اینا رو ممکنه استعمار بفریبه و چیزهای خلاف مصلحت مسلمانان بگن. این که حرف یه ملا بود به اصطلاح، شما ممکنه بگید اعتباری نداره، ولی قانون اساسی ایران چی نوشته؟ نوشته رهبر باید ایرانی باشد. نه؟ این تو قانون اساسیه. حرف خوبی هم زدن، ولی کار بدی که شد این بود که میگن ایشون رهبر مسلمانان جهانه. این فراتر از دایره ملیته. وقتی که رهبر باید ایرانی باشه، این به حکم کانستیتوشن ایرانیه، این دینی نیستا. پیامبر نگفت رهبر اگه به فرض بخوایم رهبر امت داشته باشیم باید ایرانی باشه، غیر امت فراملیه. اما وقتی که شما ملی کردید و گفتید من ایرانیم، اون هندیه، اون پاکستانیه و غیره، دیگه نمیتونید هم رهبر مسلمانای جهان باشید هم منتخب ایرانیان باشید. این همون تقابل ملیت و دینیت است که در اینجا دیگه به صریح ترین شکلی و به نظر من به سخیف ترین شکلی خودش رو داره بروز میده. باری یکی از چیزای خیلی مهم در حکومت دین اینه که ملی نمیتونه باشه. همین که شما پای ملیتی آوردید وسط، پای امت رو گذاشتید کنار و دیگه رهبر مسلمین جهان نمیتونه باشید. اگر خلیفه عثمانی بود، خلیفه همه مسلمان ها بود. شیعیان رو که به حساب نمی آوردن، حتی بعضیشون ماها رو مسلمان نمی دونستن، هنوزم مسلمان نمی دونن. خلیفه مصر نبود، خلیفه ترکیه نبود، خلیفه بوسنی، خلیفه همه مسلمین جهان. اصلا تو مفهوم خلافت این نهفته است، تو مفهوم امامت نهفته است که امامت بر امت می کند، نه بر یه ملت یا یه قوم خاصی با یه مرزهای کشوری معینی. و اون چه که در واقع سکولاریزم رو به توضیحی که براتون گفتم پدید آورد در اروپا، همین پدید اومدن ناسیونالیزم بود. من انگلیسی ام، اون آمریکایی، اون ببخشید اون فرانسوی، اون یکی هلندی، اون یکی، و این مرزها از همدیگه جدا شد و هر قومی رهبر و حکومت خودش رو پیدا کرد و در حقیقت دیگه پاپ و کلیسا نمیتونست رهبر همه جا باشه. از لوتر شروع شد. لوتر اصل حرفش این بود که آلمانیا تحویلش گرفتن و بعدم گسترده شد. من خیلی بعید میدونم که اون امیران و امیرنشین‌های آلمان خیلی دل در گرو پیام دینی لوتر داشتن. لوتر تو قرن 16 هم چیزی رو که اعلام کرد صریحا، اومد یک بیانیه‌ای در اون کلیسای بزرگ شهر خودشون زد، بیانیه 95 ماده‌ای که تاریخی شد و لبش این بود که کلیسا مغفرت فروشی حق نداره بکنه، بهشت بفروشه به مردم، جهنم بفروشه به مردم. مردم که صبح بیدار شدن این اعلانیه خوندن، خیلی حرف عجیب بود، برای اینکه کلیسا پولش کم شده بود و نمایندگانی به اطراف اروپا فرستاده بود که میرفتن و واقعا بهشت میفروختن رسما. حتی یکی ادعا کرد گفت من جهنمو خریدم، دیگه شما خیلیتون راحت باشه، دیگه نمیبرنتون به جهنم. لوتر که خب مسئله داشت با اینا، اینطوری نبود که به علت این عمل کلیسا با اونا درفته و دعوا شد. میدونید دیگه خیلی بحث مفصل، تاریخ خیلی خواندنی داره تاریخ لوتر. اصلا قرن 16 هم قرن عجیبی است در اروپا، خیلی چیزا اون موقع پایه‌گذاری شد. از اون طرف آقای ماکیاولی اومد، از اون طرف حکومت انگلستان خودش رو از چرک جدا کرد، از اون ور لوتر ظهور کرد و بسی چیزهای دیگه. خب حالا نگاه کنید، ولی در باطن این که امیران آلمان پشت لوتر ایستادن و واقعا او را از اعدام نجات دادن و الا می سوزوندنش نه یک بار، صد بار.
کلیسا رسما اکسکامیونیکیت کرد، طرد کرد، تکفیر کرد لوتر رو، و لوتر در پناه این امیران بود. باطن سخن آقای لوتر این بود که ما اروپایی ها، ما آلمانی ها چه حق داره، چرا باید زیر یوغ پاپ ایتالیایی باشیم، ما مستقلیم. امیران آلمان اینو تحویل دیدن، حرف خوبی داره میزنه، برای اینکه پاپ زور میگفت به اینا، پاپ آقایی میکرد، پاپ حکومت و امارت این امیران آلمانی رو تضعیف میکرد، فرمانش فوق فرمان اونها بود. اینا اگر یه روزی میخواستن یه کاری بکنن، ممکن بود پاپ در به پیچه با اینها و جلوی اونا بیاد، یا همین فرمانهای الهی میداد از منصب پاپی که خلیفه سنت پول بود و فرمانهای اینها رو میشکست. اینا احساس میکردن یه کسی اومده داره کلیسا رو تضعیف میکنه، داره پاپ رو تضعیف میکنه، داره میگه دیگه از این به پس ما زیر فرمان تو نمیریم. خیلی چیز خوبی بود. ظاهر امر رو نگه داشتن، آمد از کلیسا، از طرف واتیکان کسانی اومدن با لوتر میدونید مناظره کردن، محاجه کردن، در مقابلش ایستادن، او رو به کفر متهم کردن. این جمله لوتر خیلی مشهوره که از او پرسیدن که موضع تو چیست در مقابل اونا که ایستاده، گفت موضع من این است که در مقابل شما ایستادم. همین و بهترین حرف بود. بعد که مناظره تموم شد و دیگه کلیسا حکمش رو صادر کرد، امیرها او رو قایمش کردن، مخفی کرد لوتر رو، و لوتر هم دیگه رفته رفته اصلا مرام تازه آورد دیگه، مرام تازه، با اینکه یک کشیش بود، ازدواج کرد، برای خودش صاحب چند تا فرزند شد، کتاب‌های مختلف نوشت، تفسیر تازه از مسیحیت به دست داد و کسان دیگر هم که با او همراه شدن. مهم در پدید آمدن لوتر همین بود که در واقع ناسیونالیزم تقویت شد، یعنی کشورهای مختلف که میشه بگیم امت واتیکان بودند و جناب پاپ رهبر همه اینا بود، رفته رفته جدا شدند و هر کدوم برای خودشون استقلال پیدا کردن، جلوی پاپ ایستادن. انگلستان هم بعد از این، منتها انگلستان به بهانه دیگر، آقای هنری هشتم، زن مرد هوسباز، زنباز، دائما همسر میگرفت به بهانه این که من میخوام فرزند پسر داشته باشم. حالا کانستیتوشن انگلستان هیچ مشکلی با این نداشت که دختری، یه خانمی پادشاه انگلستان بشه، ولی ایشون میگفتش که من میخوام پسر داشته باشم. خب کلیسا حق طلاق بهش نمیداد و حق تعدد زوجات هم نمیداد، نمیتونست همسر قبلیش رو نگه داره، یه همسر تازه بگیره، نمیتونست همسر قبلی رو طلاق بده. یکیش رو با یه حیله شرعی بهش اجازه دادن که طلاق بده، ولی دومی رو که گرفت، این رو هم میخواست طلاق بده، گفتن که نه دیگه نمیشه. و ایشون گفتش پاپ که به من فرمون بده، بنده در کشور خودم هم رئیس دولتم هم رئیس چرچ. دقیقاً. و تا امروز هم شما میبینید وقتی که در القاب ملکه الیزابت میان میخوانن، میگن Head of the Church of England. ایشون Head of the Church of England، یعنی واتیکان نداریم، پاپ نداریم، خودمون آقای خودمونیم، هم در سیاست هم در دیانت. به معنای دقیق کلمه سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. یک دوستی دارم روحانیه، ایشون دیابت شدید داره، یه دفعه به شوخی بهش میگفتم که دیابت شما عین دیانت شما است، دیانت شما عین دیابت. حالا در اینجا هم همینطور شد و اینا جدا شدن. یعنی اون نکته‌ای که برای سیاسیون مهم بود این که مستقل شدن به لحاظ دینی، گفتن فتوای شرعی هم خودمون میدیم، و این آقا خودش فتوا داد. حتی اون تامس مور، نویسنده بسیار مشهور انگلیسی و سیاستمدار که در دستگاه آقای هنری هشتم بود، خدمت ها به او کرده بود، مقابل این یکی کار او ایستاد، گفت این یکی رو من نمیتونم تصویب کنم، و او رو گردن زدند. گردن زدند یعنی جناب هنری هشتم بسیار هم بیرحمانه عمل کرد، تامس مور رو از میان برداشت، یکی از همسر، دو تا از همسران خودش رو هم داد گردن زدند. تاریخ خیلی خونباری داشت قرن 16 انگلستان. و منتها توی همین انگلستان آقای تیندال، کسی که
انجیل رو یا کل کتاب مقدس رو به انگلیسی ترجمه کرد سوزوندنش، که تو کار کفرآمیزی کردی، در حالی که همین کار رو آقای لوتر کرد. لوتر اولین ترجمه کتاب مقدس به آلمانی توسط لوتر صورت گرفت، یعنی تقدس اون زبان هم برداشته شد و توانستن مردم عادی با کتاب دینی خودشون بیواسطه تماس بگیرن و اون رو بخوانن و معنیش رو بفهمن. و به همین دلیل هم بود که در واقع لوتر بساط روحانیت کلیسایی رو برانداخت، گفت هر کسی کشیش خیشتن است و میتواند به کتاب مقدس مستقیما و شخصا مراجعه بکنه و مطلب دراره. به همین دلیل هم میبینید دیگه هر روز یه فرقه تازه پروتستان به وجود میاد، خصوصا توی آمریکا یه چرچ تازه، ولی توی کاتولیک اینطوری نیست دیگه، برای اینکه یک مرجعیت واحد دارن. خب ملاحظه بکنید سکولاریزم یک چنین بلایی، اگر بگیم بلا اینجا آورد، در عالم اسلام همین اتفاق افتاد. یعنی خلافت که ملغا شد، ناسیونالیزم از بجاش نشست. آقای عبدالرازق میتونست این رو بگه، بگه که ما الان به دنبال ناسیونالیته که رفتیم دیگه خلافت ناممکن است، ولی او درون دینی کار کرد، گفت که ما هیچ دلیلی نداریم برای این که دین به ما میگوید که حکومت رو و قدرت رو بدید به دست بگیرید. اگرم پیامبر این کارو کرد، ناچار شد، بلعرز چنین کرد، نه به ازاد. من از اینجا شروع کردم، گفتم کتاب عبدالرازق در من. در چند سال پیش یک مسیحی که از اساتید دانشگاه کلمبیا هست به نام آقای وائل حلاق، مسیحی سوریست و متخصص فقه اصول اسلامی است، ایشون یک کتابی نوشت منتشر شد که دیدم به سرعت به عربی هم ترجمه شده، الدوله المستحيله The Impossible State، اسم عنوان کتاب این است، دولت ناممکن، The Impossible State، الدوله المستحيله. تو تلویزیون مصر و جاهای دیگه چه بحثای مفصلی راجع به این کتاب شده. خلاصه حرفشون این است که دولت اسلامی، حکومت اسلامی ناممکن است. به هیچ وجه از موضع غیر دینی سخن رو نمیگه. اتفاقا این آقای مسیحی که فقه اصول اسلامی رو میدونه بسیار همدل است، یا به تعبیر دیگه بگیم آدم چپیه، به هیچ وجه اندیشه ها و انگیزه های لیبرالی یا غیر دینی و ضد دینی اون رو وادار نکرده که این حرف رو بزنه. حرف به نظر من درستی میزنه، منظورش اینه که اگر منظور از حکومت دینی خلافت دینی باشه، امامت بر امت باشه، در عالم نیشن استیت ها یعنی دولت های ملی ناممکن است. خیلی حرف پیراسته و پخته است، بنده این حرف رو قبول دارم، البته ایشون چیزای دیگه هم گفته. این نکته است که بنده هم خودم قبلا به او رسیده بودم، خیلی دیگه هم به او رسیده بودن. خلافت اسلامی به معنای امامت امت اسلامی که فراملی باشد و مرز نشناسد در جهان جدید که ما هیچ هویت فراملی نداریم و آدم مسلمانان یا ایرانیان یا هندیان یا سوریان یا اندونزیاییان و غیره، چنین چیزی ناممکن است. Impossible state. این کاملا درسته. من در یکی از نوشته های خودم آورده بودم که فقه اسلامی تا امروز اندک جهدی نکرده است که مفهوم ملیت رو وارد فقه بکنه. این یکی از مسائل مستحدثه است. ببینید فقیهان ما مسائل مستحدثه یعنی مسائل جدید رو خیلی مطرح کردن، مثلا الکل، ادوکلون، رفتن به کره ماه، رفتن به قطبین. اگه ما رفتیم در قطب شمال یا قطب جنوب چجوری نماز بخونیم که 6 ماه روز 6 ماه شب؟ اگه رفتیم کره ماه چجوری تیمم کنیم؟ آیا خاک کره ماه قابل، واقعا میگم اینا رو نوشتم در رساله هاشون، خاک کره ماه خاکی هست که با او بشه تیمم کرد یا اصلا نمیشه؟ یا قبله تو کره ماه چجوریه؟ به کدوم طرف وایسیم تا رو به خانه کعبه باشیم؟ اینا رو مطرح کردن. خب دستشون درد نکنه، عیبی نداره، بالاخره شأن فقیه اینه دیگه، این مسئله. اما یکیشون نیومده بگه اگر دیگه امت نداشتیم، چون احکام اسلامی برای امت است نه برای یک ملت خاص. این خیلی حرف مهمی است.
اگر ما امت نداشتیم، ملت داشتیم، اگر این مسلمان‌ها رو مرزهای ملی از هم جدا کرد، اگر این مرزهای ملی مفهوم منافع ملی رو در میان آورد، نه منافع اسلامی، نه منافع امت اسلامی، اون وقت چه کار باید کرد؟ اون وقت مفهوم قدرت، سیاست، حکومت چه میشه؟ نیم سطر در این باب ننوشتن. شما نگاه کنید دو تا امت، دو تا کشور اسلامی، حالا الظاهر یکی ایرانی که عربستان سعودی که هر دو هم خودشون رو رهبر مسلمین جهان و خلیفه اسلام میدونن، اینا الان در آستانه جنگ با یکدیگرن. اینا منافع ملی دارن، اونا منافع ملی دارن، اینا درون مرزهایی هستن، اونا درون مرزهایی هستن، به روی هم دارن شمشیر میگه، خدا نکنه، ولی میخوام میگم تا پای این چیزا میرسه کار. حالا شما ببینید قوانین اسلامی که برای امت اسلام وضع شده است، و من این رو تأکید میکنم، شما اگر اسلام رو کشیدید درونی مرزهای کشوری ویژه‌ای، باید تو این قوانین اجتهاد بکنید. اجتهاد نکرده نمیتونید بگید که بازم به همینا باید عمل بکنید. خیلی مسئله پیش میاره. خب یکیش همین رهبر مسلمین جهان شده ایرانی، از اون اجتهادات باطل البته، ولی به ظاهر اجتهادی شده دیگه که ما رهبر امت باشیم اما ضمناً ایرانی هم باشیم، ایرانی هم ما رو انتخاب بکنن، اینا تناقضه. اما خیلی چیزای دیگه زمین مونده که دربارش اینا همون تناقضهایی است که پدید میاد. لذا حتی اگر ما فتوا بدهیم، فرض کنیم به این که امروز میشه حکومت دینی داشت، این خیلی فرق میکنه با حکومت دینی گذشته. حکومت دینی گذشته خلافت بود، امامت بر امت اسلامی فراملی فرامرزی بود. امروزی که شما میخواید حکومت دینی داشته باشید که درون مرزهای معینی است، که منافع ملی معینی داره و دیگه از امت خبری نیست و مردم علاوه بر هویت دینی هویت ملی هم دارن، قصه فرق میکنه. ببینید مردم ایران خودشون همه ایرانی میدونن، لزوما همه مسلمان نمیدونن، همه اسلام رو قبول ندارن، نه اینکه حالا همه نامسلمون باشن، ولی کاری به این کارا ندارن. یه دام که خب رسما اقلیت دینی هم، بسیاری افراد هم توجهی ندارن و نه اینن نه آنن، یه مرامی بر خودشون دارن، و همچنین از هر کشوری. لذا کشورهای یعنی خلافت امت اسلامی بر امت مسلمان بود. ما امروز هیچ کشوری نداریم که خالصا مسلمان باشن، خالصا هواخواه اسلام باشن، خالصا طرفدار اعمال و اجرای احکام فقهی اسلامی باشن. آقای خمینی در سخنرانی اولیه‌اش که پاره‌هایی از جملات شو بر دیوارها هم می‌نوشتن، من می‌دیدم نشد، وظیفه ما اجرای احکام اسلامی است. وقتی که احکام اسلامی همه اجرا شد، ما دیگه به مقصد خودمون رسیدیم. خب اجرای احکام اسلامی برای کی؟ برای مسلمان ها، برای نامسلمان ها، در داخل ایران، خارج ایران؟ اینا یه چیزایی است که جوابای نامعلومی داره. لذا خلاصه کنم، اگر یه حکومتی بخواد مشروعیتش رو از دین بگیره، اولا باید دین در اون کشور حاکمیت، یعنی مردم همشون گردن نهاده باشن برو تا بتواند. ثانیاً کدوم دین؟ اگر دین اسلام رو ما داریم صحبت میکنیم، دین اسلام قوانینش امتیه نه ملتی و فرامرزی است. و ثالثاً از مشروعیت که بگذاریم، مسئله کفایت حکومت است. چون ما از یه حکومت فقط نمیخوایم مشروع باشه، میخوایم کارآمدن باشه، با کفایت باشه. سخن در این است آیا قوانین اسلامی که قرنها پیش وضع شده اند میتونن به نحو کارآمد جواب مسائل امروزی رو بدن؟ این یکی از مهمترین سوالایی است که ریفورمیستا مطرح کردن دیگه، که قوانین اقتصادی که در اسلام هست و همسال، آیا اینا واقعا میتونن جواب مسائل پیچیده اقتصادی امروز، مسائل دیپلماتیک امروز رو بدن؟ چون فقط این نیست که شما بگید من مشروعم چون خودم از احکام دینی استخراج کردم، چون که آقای خمینی میگفت که من یه اختیاراتی دارم، من مشروعم چون مردم منو قبول دارن. حالا از این هم که تازه ما بگذاریم، خب
شما با چه قوانینی میخوای حکومت کنی؟ این قوانین کفایت کافی و کارآمدی لازم برای اداره قوم رو دارن؟ برای اینکه حکومت غیر از مشروعیت مدیریت است. شما باید بتوانید یک مدیریت مکفی و کارآمد داشته باشید و الا فرو میریزه. هرچی هم شما فریاد بزنید که من مشروعم، اما اگر نتونید به نحو کارآمدی مدیریت بکنید، البته شما کلاتون پس معرکه است و باید خداحافظی کنید، کسی شما رو نخواهد پذیرفت. با چه روشی میخواید حکومت کنید؟ اینم از اون مطالب، اینا هیچ کدومش توی سخنان اینایی که بحث حکومت دینی میکنن نیست. به چه روشی شما خواهید حکومت کنید؟ بسیار خوب، شما هم مشروعی، هم فرض کنیم که مسائل راجع به حکومت دینی رو حل کردید، میخواید با استبداد و به زور قوانین دینی رو حاکم بکنید یا میخواید به شیوه های دیگه؟ عدالت تو تئوری شما کجا جا داره؟ تا اینا روشن نشه هیچ مفهوم حکومت دینی به نظر من روشن نیست. یک اتفاق مهمی که افتاده در جهان جدید اینه که اینا رو همه رو از همدیگه جدا کردن و من به شما گفتم در جهان جدید به دلیل اینکه ما دولت ملت داریم، یعنی دولت‌های ملی داریم دیگه، امت نداریم، بهترین کار عبارت است از بی‌طرف بودن حکومت نسبت به ادیانی که در کشور وجود دارند و همه رو به یک چشم ببیند و قانون رو ملی کند و از قوانین دینی اون مقدارش رو که مردم میپسندند و میطلبند و کارآمدی دارد اونها رو برپا کند. ولی اینا حرفای تجویزیه، یعنی بیرون از دایره سخنان ماست. خلاصه حرف من این بود که امیدوارم روشن شده باشه و من دیگه پام از گلیم خودم فراتر نبرم که به چه معنا حکومت به ذات غیر دینیه. به این معنا که حکومت مدیریت است، مدیریت است و مدیریت به ذات یک تعریفی داره که لازم نیست شما این رو از دینی بگیرید. از ابتدا که حکومت پدید آمد، یعنی قدرت به دست یک قومی سپرده شد، برای ایجاد نظم بود، برای ایجاد امنیت. مردم وقتی که از قارنشینی بیرون اومدند و از تنهایی و انزوا کم کم تشکیل جامعه دادند و تقسیم کار صورت گرفت، تعدی صورت گرفت، راهزنی پدید آمد، مالکیت در خطر افتاد. حکومت‌های اولیه در ساده‌ترین شکلشون خودشون رو ملزم به چی می‌دونستان؟ به حفظ نظم و امنیت و حمایت از مالکیت. اینا دو تا شأن اولیه حکومت ها، دو تا وظیفه شون. هر حکومتی تو این دنیا به سر کار بیاد، دینی یا غیر دینی، باید عرضه این کارا رو داشته باشه. اگه نداشت اصلا حکومت نیست. یکی این که نظم برقرار کنه، امنیت برقرار کنه و بعد چه کار بکنه؟ به مالکیت هم احترام بگذاره. این چیزی نباشه که من تو خونم خوابیدم یه کسی بیاد مثلا کامپیوتر منو برداره ببره و بگه ما مال تو و مال خودمون نداریم، میگه هر کی میتونه برداره. خب نمیشه اینجوری. از همون قدیم هم این اتفاق افتاد و بعضی هم که میخواستن سلب مالکیت بکنن، میدونید که نشد، کارشون نگرفت. به تدریج بر وظایف حکومت ها اضافه شد، یعنی آمدن و گفتن که خب امنیت هست، نظم هست، حفاظت و حمایت از مالکیت هست، جاده هم بسازه حکومت، سد هم بزنه، عمران و آبادی هم بکنه. اینا رو مثلا خواجه نظام الملک تو کتاب سیاستنامش داره. رفته رفته وظایف حکومت ها اضافه شد. مالیات هم بگیره برای اینکه احتیاج داره برای خرج خودش. تقریبا همه حکومت ها اینا رو پذیرفتن. این اینا توی حکومت های دینی هم بود، برای اینکه حکومت ذاتاً سکولاره، این باید این کارا رو بکنه، دین بگه یا نگه. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگوید که لا بد للناس من امیر بر او فاجر، مردم به امیر احتیاج دارن، این امیر نیکوکار باشه یا بدکار باشه، برای اینکه این وظایف رو به عهده داره. حکومت های دینی دو تا مطلب تازه آوردن، دو سه تا مطلب. یکی اینکه اولا بر امت حکومت میکنن، ثانیاً این که مشروعیتشون رو از دین میگیرن، ثالثاً این که قوانینشون رو از دین میگیرن و رابعاً یعنی چهارم این که وظایف تازه‌ای برای حکومت قائلن. یعنی علاوه بر این که امنیت رو برقرار کنن و نظم رو و قانون رو و حفاظت از مالکیت رو و عمران و آبادی رو و اخذ خراج و مالیات رو گفتن، بعد امر به معروف و نهی از منکر هم بکنیم،
و باید مردم به جهاد هم بفرستیم، باید و فضایی رو فراهم کنیم برای اینکه مردم وظایف دینیشون رو به جا بیارن. اینا اون چیزیست که اگر حکومت دینی برقرار شد اضافه میشه بهش، ولی اصل مدیریت که یه امر تعریف شده ایست همه جا معنای واحدی دارن. حکومت‌های دینی باید کفایت خودشون رو هم بسنجن، کارآمدیشون رو نشان بدن، علاوه بر اینها باید شیوه ها و متدهای خودشون رو هم تعریف بکنن که با چه متدی میخوان به فرض اگر بر اونها واجب است که احکام دینی رو اجرا بکنن اجرا بکنن. سخن من در این باب تمام است و نوبت آتی به انشالله به سکولار کردن تاریخ میپردازیم. اگر سوالی بود من باز هم توضیح بیشتری خواهم داد. الان یه نکته ای در پایان یادم آمد تو یاد داشتم که به شما اینجا بگویم. ببینید، این نکته ایست که یکی از فیلسوفان اشاره کرده و به نظر من شنیدنی است. آقای کارل پوپر، فیلسوف مشهور علم، ایشون نکته ای در کتاب خودش تحت عنوان The Open Society and Its Enemies داره که در باب مارکسیسم و هگلیسم و ایناست. در لابلای سخنانش میگه که مسئله همه حکومت‌ها تا کنون، که میگه این سوال رو هم افلاطون مطرح کرد، این بود که چه کسی باید حکومت کنه. افلاطون میگفت که حاکم حکیم، فلسفر کینگ، که از یک دوره هدایت و تربیت خاصی بیرون اومده باشه. خب ادیان فی المثل میگوین که شخص صالحی باشه، عادلی باشه، یا پیامبر باشه یا شبه پیامبر باشه، اونطوری که توی سخنان فارابی دیده میشه، ابن سینا دیده میشه، باید. یا ولی فقیه باشه، مثلا مجتهد جامع شرایط باشه، خلیفه باشه. ایشون میگه این سوال بد و غلط رو که افلاطون مطرح کرد همه سیاسیون رو تا امروز گمراه کرده است. سوال اصلی این است که چگونه باید حکومت کرد، نه چه کسی باید حکومت کنه. یک کس خیلی خوب میتونه حکومت فاسد داشته باشه، خودش خیلی خوب باشه با. به همین دلیل اصلا تئوری استیت در دنیای حاضر نیست که چه کسی حکومت کنه. یه نفر از میان مردم به حکومت، چگونه باید حکومت کنه و این چگونه سازوکار میخواد و چک اند بالانس. در گذشته به این سازوکار و چک اند بالانس کسی زیاد کاری نداشت. میگفتن شخص حاکم که خوب بود ما دیگه خیالمون راحته، عادل باشه، صالح باشه، متقی باشه، پاک و پارسا باشه، به دوز نباشه، دست و جیب کسی نکنه، تعدی نکنه، تجاوز نکنه، قانع باشه. ولی خب اون کجا پیدا میشه؟ تازه هم پیدا بشه او یه نفره، چه شیوهی برای حکمرانی داره. به همین سبب در تئوری‌های سیاسی جدید بیش از همه چیز توجه رفته است روی شیوه حکومت، چگونه باید حکومت. در تئوری پردازی های گذشته، من جمله تئوری پردازی های حکومت دینی، همه توجه این بود چه کسی باید حکومت بکند. همه به همین دلیل چیزهای دیگه زمین موند. پس عدالت چگونه باید اجرا بشه، پس احکام چگونه باید پیاده بشه، اینا همه زمین موند. اینا مثل که احتیاجی به تفکر نداشت، همش بگردیم که چه کسی باید باشه که یا حاکم حکیم باشه یا ولی فقیه باشه. خب نقصان های اینها رو هم ما به چشم دیده ایم. قصه ربط دین و دولت بسیار پیچیده شده است در جهان جدید و کسانی که ادعاهای بسیار ساده اندیشانه در این باب میکنن حقیقتا هم خودشون رو گمراه میکنن، هم یک ملتی رو راهزنی میکنن. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال من اگر فرزن تعارض، اگر شما فرزن اگر حکومت دینی اختیارش فقط فراملی نباشه و همین امتی که شما فرمودید، فقط اگر بگن که خب قوانین اسلامی یا قوانین دینی فقط ملزم به این کشور باشه، این ممکن میتونه باشه یا نمیتونه باشه؟ یه حکومتی تشکیل بده بر اساس دین که فراملی هم نباشه، یا آقا فرضاً ما شیعه هستیم در ایران هستیم، خب دولت شیعه میتونه داشته باشه.
دولت شیعه یعنی به چه معنا؟ همین حکومت اسلامی که الان در ایران وجود داره. اولا ادعا میکنن که حکومت دینی هست، قوانین اسلامی هست. حالا شما فراملیتی شرط بگیرید که امت نباشه. ببینید با اسم که ما سر کار نداریم، که باید با ماهیت و حقیقت امر سر کار داشته باشیم. اولا ببینید من یه مثالهایی براتون بزنم تا خوب توجه کنید که ماجرا چگونه خواهد شد. اگر یه کسی یک رابطه نامشروعی داشته باشه، مثلا بین زن و مردی، خب مطابق قوانین اسلام اگر این رابطه فاش بشه به هر حال یه مجازات هایی معین شده. تا اینجاش که خب مسئله روشنه. الان یکی از مسائلی که تو ایران مطرحه و نمیگن، ولی من دیدم بین فقها هست، آقایی رفته خارج از ایران و کاری کرده و حکومت ایران هم فهمیده. بحث این است که ما اینو باید بگیریم تازیانه بزنیم یا نزنیم. آیا قانون اسلام فراملیه یا ملیه؟ اگر تو داخل خودمون، تو خود ایران این کاری کرده بود، خیلی خب تکلیفمون روشن بود. قانون اسلام برای کل امته با، یعنی یادتون باشه توی این امت هر کی هر جای کار خلاف شرع میکرد باید بگیرن و مجازات کنن. حالا یه آقایی یا خانمی رفته و یه کار خلاف شرعی کرده، اما توی جای دیگه که مرزهای ما، بیرون از مرزهای ما، آیا همچنان خلاف محسوب میشه؟ همچنان باید مجازاتش کنیم؟ اینجاست که این تعارضا پیدا میشه. من همین دارم عرض میکنم و امثال اینا فراوون. من نمیخوام براتون بگم گاهی که توی جمع این حقوق دانا و فقها ها شما میشینید، که من وقتای فرصت و توفیق داشتم، اینا رو مطرح میکنن، خودشون هم توجه ندارن که ریشه ها به کجا برمیگرده. من اینو نوشتم یک جایی که دوستان عزیز، فقها های گرامی، مشکل سر قانون ملیت قوانین اسلام، قوانین امت اسلامه. من هیچ وقت نمیگم حکومت اسلامی ناممکن است مطلقاً، بوده یه مدتی. چرا آدم میگه ناممکنه؟ خلافت اسلامی وجود داشته، یعنی عقلاً و منطقاً که محال نیست. ما داریم تو شرایط روزگاری که داریم زندگی میکنیم، من دارم عرض میکنم ما در روزگار دولت ملت ها داریم زندگی میکنیم. شاید یه روزی دوباره امت اسلامی پدید آمد، همه به هم پیوستن، یه امت شد، مرزها از میان برداشته شد، برای خودشون خلیفه انتخاب کردن یا خلیفه، حالا هر طوری هست، سر کار اومد و بعدش هم مردم هم از دل و جون مسلمان بودن، از دل و جون میخواستن همین احکام اسلامی اجرا بشه، همین تازیانه بزنن به شخص زناکار، همین سنگسار کنن، همین چیکار. خب میشه دیگه، برقرار میشه، چرا نشه؟ یا چنان بشه که بگن حقوق بین مثلا اقلیت به حقوق اکثریت متفاوته، از دل و جون همه قبول کردن، میشه. ولی امروز چگونه میشه که خود مسلمانای ما دیگه قبول ندارن که بهشون بگن که حقوق اقلیت حقوق اکثریت یکی نیست؟ توجه میکنید خودشون دیگه نمیتونن این رو بپذیرن که اگر یک مسلمانی در ایران یک مسیحی رو کشت قصاصش نمیکنن، چون خون یک مسیحی به اندازه خون یک مسلمان ارزش نداره. اما اگر یک مسیحی مسلمان رو کشت حتما قصاص میکنن. خب این تو قوانین فقهیه، مال شیعه هم نیست، مال سنی و شیعه از هر دوتا. خود مردم مسلمان ما امروز از این قانون خوششون نمیاد و فقیهان ما یه جوری باید اینا رو درست کنن. یه وقتی امتی بود یک دید دیگری راجع به حقوق بشر وجود داشت، من بسیاریش رو ذکر نکردم، گفتم این دایره، این رشته سر دراز دارد، خیلی بحث در این باب میشه کرد. همین حقوق بشر کار رو مشکل کرده توی داخل ایران. این علمای ما دیدید که از مسئله تفره میرن. رئیس قوه قضاییه ما همش حمله میکنه به آمریکا و به انگلیس و به اروپا که شما خودتون قبول ندارید اون حرفایی رو که میزه. راست هم میگه، اینا حرفای خوشگلی میزنن، هم خودشون هم عمل نمیکنن، ما هم قبول داریم، ولی این جواب مسئله نشد. بالاخره به شما میگه آقا تو زندونای شما چه خبره؟ حالا اینا هم فرض کنید یه جایی ما یافتیم که یکی رو شکنجه کردن، این که جواب نشد، که این دلیل نشد که بنده شکنجه کنم تحت حکومت اسلامی، بگم خودتون هم عمل نمیکنید. خب نمیکنن که بسیار بد میکنن. اما ماها چی؟ به قول اون آقای گرامشی، اون تئوری پرداز مارکسیست ایتالیایی که بیچاره بسیار هم بد عاقبت بود، یه
جمله بسیار حکیمانه داره، میگه ماهیت هر حکومت رو از زندانهاش میتوان شناخت. گوش کردید، خیلی حرف مهمی است. جوهر هر حکومتی تو زندانش آشکار میشه. شما الان نگاه کنید دیگه، حالا من نام نمیخوام ببرم چون ما اینجا سیاست بحث نمی کنیم. خب قوه قضاییه ما جواب اینا رو نداره، حمله میکنه به غربیا که خودتون هم زیر همین حرفا که میزنید عمل نمی کنید، چنین چنان. برای اینکه حل نشده این مشکل در داخل ما، حل نشده، یعنی دوستان ما، حاکمان ما، هر چه نامشون رو بگذارید، فقه اسلامی رو با حقوق بشر تلاعم نبخشیدن. بدون این حکومت نمیشه کرد، حکومت کارآمد نمیشه کرد. حالا شما اسمشو بذارید شیعه، بذارید اسلام، بذارید وهابی. خب یه دم اونجا حکومت وهابی درست کردن تو عربستان، اونا میگن حکومت اسلامی خالص همینه، خودشون رو هم امام الحرمین شریفین میدونن و آقای ابوبکر بغدادی هم اونجا برای خودش اون درست کرده. من مراکش بودم، نماز جمعه رفته بودم، دیدم میگه امیرالمومنین آقای ملک حسن که اون موقع بود و بعدم این پسرش ملک محمد، اینا هم امیر مؤمنان جهانن. مگه یه امت چند تا امیر و خلیفه و نمیدونم رهبر و اینا داره؟ همه مدعی شدن، برای اینکه هیچ کدوم رهبر واقعی نیستن، برای اینکه اصلا امتی وجود نداره. نام که راحت میشه گذاشت، به حقیقت مسئله برچسب. بعدش هم ببینید این هم حالا اختصاص به ما داره. شما اینا رو میگید سر درد دل من وا میشه، چون من یک سینه سخن دارم در این زمینا. ببینید حکومت برای خیر عمومیه، توجه میکنید؟ این از پابلیک اینترست، یکی از اصلی ترین مبادی. تو ابن خلدون ما هم این رو نوشته، البته در یونان قدیم هم بوده، حالا گاهی کلمه سعادت رو به کار بردن، ولی این پابلیک اینترست، خیر عمومی، جزو مهمترین اهداف حکومت ها بوده. حکومت ما میگه ما میخواییم زمینه رو برای ظهور امام زمان فراهم کنیم. ببینید خیلی فرق داره این حرفا با هم دیگه. حکومتی که حکومت کارآمد میخواد بکنه یعنی چی که برای امام زمان ما میخواد؟ مرجع تقلید ما آیت الله بهجت که از دنیا رفت، ایشون 2 میلیارد تومان تو حسابش بود، این رو من اطلاع قطعی دارم که به شما میگم، گذاشته برای زمان ظهور امام زمان که ایشون اومد اینا رو برداره مصرف کنه، چون لابد درآمد نداره اولش. تفکر اینه. ببینید اینا تفکر حکومت مدرن نیست، این ماشین حکومت مدرن رو به دست این آدما نمیشه داد. این تفکر، حالا اسمشو بذار حکومت شیعه، چون من منتظر امام زمانم. خب شما منتظر امام زمان باش یا نباش، ولی حکومت یه تعریف معینی داره. شما باید نظم برقرار کنی، امنیت برقرار کنی، راه بسازی، جاده بسازی، دیپلماسی درست داشته باشی، اقتصاد کارآمد داشته باشی و هزار آموزش و پرورش، بیمارستان خوب، پول من تو حسابم بذارم. که این رو ببینید، یکی از طلاب قم گفت به من، آدم متفرقه و بیراهی هم نبود، با همین احوال من چون خب آدم شایعه زیاد میشنوه، با یکی از دوستانم که از اساتید دانشگاه هم هست، یه وقتی هم روحانی بوده، گفتم بهش این مطلب رو، گفت من با مقسم آیت الله بهجت دوستم. مقسم یعنی اینه که پول ایشون رو توزیع میکنه و شهریه به طلاب میده. گفت من از اون میپرسم. بعد چندی منو دید و گفت من پرسیدم، ایشون گفت بله درسته، بله ایشون این کارو کرده، یه حسابی رو بسته و اینقدر پول گذاشت. اینا اسمش حکومت نیست آقا، حکومت مدرن نیست، کارآمدی نیست، هیچی نیست، یک خیالاتی تو ذهن یه عده‌ای. من البته نمیگم همه این حاکمان ما به سادگی آقای بهجت بودن، نه اتفاقا این آقای خامنه‌ای خیلی هم پیچیده‌ایه، ولی به هر حال که نایب امام زمانه، مشروعیتش رو از نیابت امام زمان میگیره. توجه کردید؟ وقتی میگه رهبر مسلمین جهان، مسلمین جهان آقا 90% امام زمان رو قبول ندارن، اهل سنت. شما نیابت امام زمان میکنی که اونا ندارن، مشروعیت تو از اونجا میگیری. آخه اینا میشه؟ خیلی حرفای عجیب و غریبی است دیگه. تا هر چی شما بکاوی بری جلو، این زیربنا خیلی سسته. بعد یک زیربنای سست رو میدونی چجوری میشه برپا نگه داشت؟ با زور، نه با منطق، همینو بس. یک زیربنای سست، یک حرف سست رو که با منطق نمیشه برپا نگه داشت. به قول ابن سینا گفت برای یک ایده غلط 1000 تا دلیل بیاری میشه 1001 غلط، برای اینکه برای امر غلط که نمیشه دلیل درست رو برد، همش میشه اونام غلط.
یک حرف باطل رو شما فقط با زور میتونی سر پا نگه داری، نه با منطق. خب گفت اندکی پیش تو گفتم غم دل، ترسیدم که دل آزرده شوی، ورنه سخن بسیار است. و السلام علیکم و رحمت الله.